سلام، یکشنبه 20 آبان 97 11 نوامبر 2018 میلادی در مورد 6 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول این که در حالی که بحران اقتصادی کشور رو فرا گرفته، خبرگزاری ایرنا خبر داده، منتشر کرده لیست 8 نهاد و بنیاد و سازمان زیر نظر رهبری رو که از مالیات معاف هستند. مسئله معاف بودن از مالیات غیر از اینکه بودجه عمومی رو از درآمد محروم میکنه، نکته دیگری هم داره و اون است که هیچ نظارتی بر دفتر و دستک و هزینه ها و پرداخت ها و دریافت های این مؤسسات نیست. در واقع 8 بنیاد و نهادی که زیر نظر رهبری هستند تنها بخشی از ثروت بزرگی است که شخص آقای خامنه‌ای و ولایت فقیه تصاحب کرده، از چنگ ملت بیرون آوردند و به هیچ کس هم پاسخ نمیدن. نه کسی از دخل و خرج اونها خبر داره، نه هیچ کس میداند که چه سوء استفاده ها و دریافت و هزینه هایی در اونها میشه. این 8 مؤسسه عبارتند از ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه ها که عملا پول به طلاب میده و پروژه های بی سر و ته میلیاردی تعریف میکنند، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه یا دانشگاه بین المللی المصطفی در قم که طلابی رو از سراسر دنیا به خصوص از امریکای لاتین با خانواده با بورس کامل و پرداخت همه هزینه ها به ایران میارن برای اینکه اونها رو برگردونن به کشورهای امریکای لاتین و مثلا تبلیغ تشیع بکنن، در حالی که عملا مرکز تولید و توزیع تروریسم میشن و فعالیت های در ارتباط با حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه. هیچ کدوم از این مؤسسات معلوم نیست و شفاف نیستند که در اونها چه میگذره. ایرنا ضمناً خبر داده از اینکه مجموع این مؤسسات بیش از 7000 میلیارد تومان هم از بودجه عمومی کشور دریافت میکنند، از بودجه دولت، در حالی که نه زی حسابی هست نه حساب و کتابی که مؤسسات دولتی اجباراً دارند. ضمن اینکه دست کم 2 از این مؤسسات، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان، خودشون میلیاردها دلار که برآوردها بیش از برای ستاد اجرایی بیش از 95 میلیارد دلار، بنیاد مستضعفان هم احتمالاً بیش از این مقدار یا همین حدودها، از ثروت کشور رو تصاحب. به این ترتیب دیده میشه که وضعیت اقتصاد کشور اگر نابسامانه، اگر مردم فقیر هستند و کارخانجات ورشکست هستند، درآمدهای مردم در اندازه هایی زیر خط فقر سازمان ملل یعنی 80 دلار در ماه رسیده، اما رهبری بر نیمی از ثروت کشور چنگ انداخته، به اضافه سپاه و سایر سازمان ها و آیت الله ها و غیره غیره که اونها هم به نوعی همگی از حمایت شخص رهبر و بیت او برخوردار. موضوع دوم این که دولت کرم کرده و قرار شده که تا آخر امسال 3 بسته 200,000 تومانی کوپن الکترونیک داده بشه برای خرید کالاهای اساسی یعنی قوت لایموت به خانواده هایی که زیر 3 میلیون تومان در ماه درآمد دارن.
به قول معروف بزک نمیر بهار میاد کمبوزه با خیار میاد، فعلا گفتند که قرار است به اونهایی که تحت پوشش کمیته امداد هستن اولین 200,000 تومان کوپن رو بدن که بتونن برن کالاهای اساسی اون هم از نقاط معلومی بخرن. دومین زمستان هم داره فرا میرسه، در حالی که زلزله زده های کرمانشاه به خصوص سر پل ذهاب کماکان در چادر و کانکس به سر میبرن، ساختمان و تعمیر خانه های اونها یا ساختن خانه های ویران شده به دلیل نبودن بودجه، پول، گران شدن مصالح اکثرا نیمه تمامه و همینطور بیلیاقتی و سوء مدیریت دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور. موضوع سوم اینکه 200 کارگر متروی اهواز، پروژه متروی اهواز که شرکت کیسون از شرکت‌های وابسته و مرتبط با نهادهای دزد و فاسد کشور هست، مجری این پروژه نتوانسته حقوق کارگران رو برای 17 ماه بپردازه. 100 نفر رو هم از تیر ماه تا کنون بیکار کردن. 200 کارگر باقی مانده دست به تجمع اعتراضی مقابل دفتر پیمانکار زدن. این برای چندمین باره که تجمع برگزار میشه. دومین روز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز هم سپری شد. جلوی استانداری تجمع اعتراضی داشتن، شعارهای جالبی رو میدادن از قبیل سفره ما خالی، ظلم و ستم کافی، سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن، یا حسین حسین شعارش، دزدی و اختلاس کارش. به نظرم این شعار آخری صاف به قبایست به تن شخص آقای خامنه ای. 120 کارگر کمپرسورسازی تبریز هم 7 ماه که حقوق نگرفتند، اخیراً 2 ماه اون رو پرداخت کردند. به طلب کارگرا به 5 ماه رسیده. مدیریت وعده داده هر 20 روز 1 ماه حقوق معوقه رو بده. اگر بتونه این کار رو بکنه، مشکل بزرگ کارگران نپرداختن حق بیمه است که کتابچه های بیمه شون کار نمی کنه. همینطور عیدی سال 96 رو هم طلب کنن. کمپرسور سازی زمانی 700 کارگر داشت ولی الان به 120 کارگر رسیده، اون هم با این وضعیت. موضوع چهارم این که ممنوعیت ورود 1400 قلم کالا از سوی دولت از جمله خودرو باعث بیکاری بیش از 6000 نفر در بخش واردات خودرو شده. دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو ضمن دادن این خبر گفته 60% شرکت هایی که به واردات خودرو و خدمات اون اشتغال داشتن تعطیل شدن و بقیه هم 30% سابق کار میکنن که اگر این ممنوعیت ادامه پیدا کنه اونها هم به زودی تعطیل میشه. پرویز کاظمی وزیر کار دولت احمدی نژاد به گفته آقای اژه‌ای بازداشت شده، روانه زندان اوین شده. او عضو هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان بوده و همینطور رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه که متعلق به صندوق هست، صندوقی که پولهای 800,000 معلم در اون بوده و بیش از 8,000 میلیارد تومان پول بانک و صندوق یا دزدی شده یا حیف و میل و جا به جا شده و بر نکشته. ضمناً آقای اژه‌ای در خصوص بازداشت شدگان محیط زیستی هم فرمودند که اتهام اونها تقرب به اماکن نظامی برای کسب اطلاعات، بنابراین فساد فی الارض اتهامی است که به اصطلاح تفهیم اتهامی است که به اونها شده. معلوم نیست چی شد اون اتهام جاسوسی و جالبه که ایشون تأکید کرده که این اتهامات بر اساس اقاریر و اقرار خود اونهاست، کسانی که 9 ماه زندانند و زیر شدیدترین شکنجه ها قرار دارند.
موضوع پنجم این که اوپک در دستور قرار داده که مجموع کشورها 1 میلیون بشکه از تولیدشون کم کنن، برای اینکه مازاد تولید در بازار هست و عربستان به تنهایی گفته ماه آینده 500,000 بشکه تولیدش رو کاهش میده. در شرایطی که تولید صادرات ایران بیش از 1 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده به دلیل تحریم های امریکا، آنچنان کشورهای دیگه تولید کردند، به خصوص امریکا، عربستان و روسیه که مازاد تولید در بازار هست، برخلاف تصوری که مقامات ایران می کردن. اما در بورس انرژی هم 700,000 بشکه نفت به 3 خریدار با قیمت 64 دلار واگذار شده. هفته قبل هم 280,000 بشکه به 2 خریدار با قیمت 74 دلار که نه اسامی این آدم ها یا شرکت ها معلومه و نه اینکه چجوری میتونن نفت رو گرونتر از خود شرکت نفت، اون هم در شرایط تحریمی در دنیا بفروشن، الا اینکه بپذیریم اینها کسانی هستند که نفت رو میبرن زیر قیمت میفروشن، پولش رو هم بر نمیگردونن، مثل بابک زنجانی. اما موضوع آخر اینکه آقای روحانی در صحبتی که دیروز داشته فرمودند که تحریم ها تأثیری بر اقتصاد ایران نداشته، شبیه تحریم ها قطعنامه ها ورق پاره بیش نیسته. احمدی نژاد این حرف ها اندکی سب سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.